برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. اعضای انجمن فرهنگی الخیر و البرکه از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله در شهر بغداد طی سفر به شهر مقدس قم در بیت آیت الله العظمی شیرازی دامظله حضور یافتند. میهمانان بیت مرجعیت پس از شرکت در نشست علمی اساتید و فضلای حوزه علمی قم با مرجع عالی قدر دیداری با آیت الله سید حسین شیرازی حفظه الله فرزند معظم الله نیز داشتند. افراد مسلح از گروه تندروی سنی بوکو حرام 30 چوپان را از 3 روستا در شمال شرق نیجریه ربودند. شاهدان عینی و مقامات محلی به رسانه ها گفتند که افراد مسلح خواستار مقادیری پول در ازای آزادی گروگان ها شدند. یکی از اهالی این 3 روستا گفته گروه تندروی سنی بوکو حرام 30 چوپان مرد و زن را پس از انتخاب آنها ربودند. شورشیان به خانواده های گروگان ها پیامی مبنی بر پرداخت حدود 40,000 یورو برای آزادی آنها کردند. خبرگزاری رسمی عراق وا به نقل از وزارت دفاع عراق روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور توانست 2 خودرو و 1 مخفیگاه گروه های سنی تندروی داعش را هدف قرار دهند. طبق گزارش میدل ایست نیوز در این بیانیه آمده است این حمله حین انجام شناسایی، جستجو و بازرسی در فرماندهی عملیات کرکوک انجام شد. مؤسسه فرهنگ نیکوکاری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامظله در شهر مقدس کربلا در ادامه فعالیت‌های نیکوکارانه خود روز یکشنبه 15 ذی‌قعده سال جاری اقدام به اهدای جهیزیه به ده‌ها زوج جوان کردند. این اقدام به مناسبت ایام میلاد حضرت امام رضا علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و در عمل به رهنمودها و توصیه‌های مرجعیت دینی مبنی بر فعالیت در جهت تسهیل ازدواج جوانان صورت گرفت. این سومین سری از جهیزیه‌هایی بود که در پروژه اخیر این مؤسسه توزیع شده است.